از اعتراض های آبان ماه در ایران چه می این اعتراض امیدواری به دگرگونی کیفی را بیشتر کرد یا نه؟ سلام تحلیلگری در ایران اعتراض های آبان ماه را اوریان شدن واقعیت نامید اوریان شدن مبارزه توحیدستان شهری و حاشیه شهرها که در زبان مورد استفاده نیروهای سیاسی در ایران بیان خواسته های اولیه خود را نمی بیرن. شاید در پی تعریف جدید آیت الله خامنه ای از مستضعف بتوان گفت که آنچه در آبان ماه عیان و اوریان شد سرکوب توحیدستان شهری بود توسط مستضعفین جمهوری اسلامی <applause> هر نام و توصیفی که بر اعتراضهای آبان ما و پیامدهای اون بگذاریم یک چیز را نمی توانیم نادیده بگیریم درجه تقابل خشن نیروهای امنیتی نظام با آنان که متضررترین اقشار در حیات چهل ساله جمهوری اسلامی بودند با فرودستان شهری و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ حال که از آبان فاصله گرفته ایم شاید اولین سوال این باشد که این صحنه آرایی به کسانی که به تغییر کیفی اوزا امیدوار هستند خوشبینی بیشتری داده است یا میزان خشونت و پیامدهای دیگر اعتراضها آنها را نسبت به هر نوع دگرگونی در ساختار سیاسی ایران ناامیدتر کرده است شهریار آهی تحلیلگر سیاسی و سخنگوی شورای مدیریت گذار از نهادهای اپوزیسیون میگوید وضعیت در ایران وارد فاز جدیدی شده و به این دلیل او امیدوارتر از پیش است اما فربود طلایی پژوهشگر امنیت بین الملل در دانشگاه ردینگ بریتانیا میگوید اونچه در آبان ماه در ایران رخ داد او را امیدوارتر نکرده بلکه نگرانتر هم کرده است خیلی خوش آمدید آقای یاهی به ما بگید چه چیز شما رو امیدوار تر کرده در ابتدا بگم آقای کریمی عزیز که احتمال یه تحول عمده رو بیشتر میبینم به علت این رخ داد ولی این الزامن امید به مفهوم مثبتش نیست برای اینکه نگرانی هم با خودش امراض داره چرا فکر میکنم یه تحولی در پیش است؟ یه معادله بسیار مهم در علم توسعه سیاسی میگه که نسبت مشارکت با مشروعیت بستگی به میزان مقبولیت یک سیستم داره هرچی این مقبولیت کمتر بشه مشارکت بیشتر مشروعیت رو کمتر میکنه خب این عیان شد ظاهر شد در مقدم هم اینجا گفته شد که اوریان شده نارضایتی مردم عدم مقبولیت نظام کل نظام نه این انتخابات یا اون انتخابات نه این برنامه یا بودجه خب این نشون میده که نظام در موضعی قرار میگیره که مشارکت بیشتر دیگه براش سمه این تحول چنان کیفی بوده که شما شرایط کنونی رو با شرایط پیش از آبان متفاوت میبینید؟ این فروپاشی یه نظام توتالیتر نظامی که قائم بری مطلق ایدئولوژیک هست جایی پیش میاد که اون سیستم ظرفیت جذب فشارهایی که بر اون وارد هست رو دیگه نداره خارج میشه حالا ابعاد مختلف اینو میشه بحث کرد از نظر اقتصادی سیستم اقتصادی دیگه نمیتونه جذب کنه به اون نقاط حالا در تئوری سیستم ها میگن تکینگی نقطه غیر قابل بازگشت نقطه که سیستم به درون منفجر میشه از نظر مشروعیتش از نظر مقبولیتش از نظر سیاست بین المللیش از, همه جهت به جایی رسیده که فشارها دیگه نمیتونه تحمل بکنه و این رو کاملا میبینین حتی در این خشونت غیر عادی ام، یعنی منظورم در رویا ها روی های قبلی نظام با مردم این نوع رو ندیدید معلومی که همین نظام دستگاه سرکوبگر که پایه اصلی قدرت نظام هست اعتماد به نفت خود دست داده و در جاهایی در نقاطی معلوم بود که حرکات نیروهای سرکوبگر یه قدری دوچار تردید شدن نمیدونن کدوم طرف برن شهرهایی بوده که اصلا مثل فرماندار قدس که داشت شرح میداد اصلا فرمانداریش در تسخیر مردم بوده مدت ها اون چند نفری که قرار بوده دفاع بکنن ازش اصلا گذاشته بودن رفته بودن با وجود که فرمان آتش بهش داده رفته پلوی سپاه اونجا ساعت ها موندن فرمانداری در تصرف مردم بوده اینه که به جاهای اینجوری که میرسین اینا واقعا علائم اون تکینگی یه سیستم هست وقتی میگید تکینگی معادل سینگولاریتی در انگلیس در انگلیسی منظورتون اینه که یک آستانه ای هست در این، از این آستانه عبور شده بله یعنی به جایی رسیدین که دیگه آینده رو با روند شناسی نمیتونین تشخیص بدین ادامه اون روندها نیست وارد یک شرایط جدید میشه ماهیت سیستم تغییر میکنه با یه انفجار به درون و برای نظامایی که به یه مطلق ایدولوژی که اینجوری چیز هستن متکی هستند و آخر کارشون تکلیف دسته یه تجدید نظر طلب یا ریویژنیسم مثل گورباشف نیست ولی مثل یه هیتلری تا آخرش پای ایدولوژیش وای آخر حیات اون نظام اینجوریه و اون علائم رو دارین میبینید آقای تلایی شما برعکس بیشتر نگران هستید الان من ترجیح میدم از حوزه امنیت نگاه به امنیت کل جامعه داشته باشم که حکومت بخشی از اوست البته بخش مهم و بسیار حیاتی است کارکرد حکومت در عصر مدرن در دنیای مدرن تأمین امنیته و اساسا به همین دلیل ما به دولت نیاز داریم به حکومت نیاز داریم یکی از کار کرده البته البته فلاسفه مثل هابز اعتقاد دارن که اصلی ترین کار کردشه. یعنی ما به خاطر اینکه به امنیت نیاز داریم در زندگی اجتماعی تشکیل یک دولت میدیم با اون دولت به اون دول قرارداد اجتماعی با اون میبندیم اختیاراتی به اون میدیم که از ما در برابر تهدیدات محافظت کنه اما در ادامه این مسیر خود حکومت میتونه تبدیل به یک تهدید بزرگ بر منافع و امنیت فرد بشه اگر مواجهه این دور رو در نظر بگیریم که یک بحث بسیار جدی در مکاتب سیاسی است و در نهایت حکومت رو مهار میکنن با قوانین با روش های بسیار مدرن که این حکومت که خود مردم بود، نیاز دارن تبدیل به دشمن حکومت و دشمن مردم و نهایتا خطری برای مردم نشه ما امروز در ایران شرایط بسیار خاصی داریم ایران به مفهوم کلیش کشور تهدیدات جدی بر او حاکم شده مثلا موضوع زیست محیطی و اینکه ایران داره به کشوری تبدیل میشه غیر قابل زندگی در یه دوره پنجاه ساله این تهدید خیلی بزرگتر از اینه که ما تصور کنیم در یک مناقشه بین حکومت و مردم خشونت اتفاق افتاده و حالا این حکومت دیگه مشروعیت نداره برای مردم حکمرانی کنه من فکر میکنم که حکومتی که نمیدونه در پنجاه سال آینده قرار با این وضعیت زیست و مهاجرت های کلانی که قرار اتفاق بیفته چیکار کنه مشروعیت چون اونجا دست میده چون کارکرد حکومت اینه که تهدیدها رو در لانگ ترم در دراز مدت ببینه تشخیص بده و براش بله، راه کار پیدا کنه این بحث شما رو بکشونیم به اعتراضات آبان چرا نگرانتر هستید به دلیل اینکه امروز ایران از لحاظ سیاسی محصول آن چیزی است که حداقل در چهل سال گذشته اتفاق افتاده این حکومت ایران با یک انقلاب ایدولوژیک شکل گرفته وارد یک جنگ هشت ساله شده و بعد وارد یک دوره تحریم های اقتصادی از طرف جامعه بین الملل و کشورهای قدرتمندی مثل امریکا شده مجموع این تهدیدها تفکر حاکم ایران رو می سازه یعنی او مبتنی بر تهدیدهایی که به خودش، به حکومتش، به کشورش و وارد میشه شروع میکنه فکر کردن این مکانیزم دفاعی انسانه یعنی ما در مورد زندگی شخصیمون هم همینطوریم وقتی تهدیدی به ما حاصل میشه ساختار مکانیزم ما در صدد اینه که بهترین راه حل رو به ما ارائه بده خب حاکم هم اگر بپذیریم کارکرد اصلیش تامین امنیت هست وقتی نگاه میکنه میبینه که منابع مالیش قطع شده در محاصره اقتصادیه مردمش به واسطه اینکه تو چهل سال گذشته از لحاظ شعور اجتماعی بالا رفتن آگاهیشون بیشتر شده دسترسی به تمام امکانات تکنولوژیک هست حالا خود مردم هم برای او تهدیدن چون سوال میکنن پرسشگرن همینطور که میبینیم تو دانشگاه،, دانشگاه های کشور تو محیط های علمی به سرعت این پرسش های جدی از حاکم میشه که آقا شما چرا در مواجهه با مردم خشونت میکنید تمام این معادلات کنار هم میشینه و بعد ما اون موقع میبینیم که ریاکشن یا اون واکنش حکومت خارج از تصور ماست ما این تصور رو نداریم ولی او این کار رو انجام میده فکر میکنید به این دلیل خشونت های آبان ماه بیش سابقه بود که نظام جمهوری اسلامی احساس تهدید وجودی کرده بله حمیتی. همینطوره به خاطر اینکه خاستگاه این اعتراضات نانه جمهوری اسلامی بیش از 20 میلیون هاشینشین نشین در شهرهای بزرگ داره خب همین جا رو شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی در 40 سال قبل جامعه شهری ایران رو هم رشد داده یعنی ما به واسطه این گذار تاریخی شهرنشینیمون افزایش پیدا کرده یک سرمایه ملی از 100 سال پیش به عنوان سرمایه انسانی به امانت رسیده به این دوره از تاریخ ما حالا این اگر قرار تهدید بشه و دوباره با یک فشار خارجی و با یک در واقع مواجهه بزرگ بین مردم و حکومت اتفاق بیفته من حق دارم به عنوان کسی که امنیت رو مطالعه میکنم پژوهش میکنم نگران بشم آیا شما تایید میکنید که خشونت در این حدش ناشی از اون حس تهدید جدی بود که جمهوری اسلامی از جانب تویدستان شهری میکرد مصالح. یکی از همون طبقه میان که نفرهای پایین تر سپاه بسیج یکی وقتی که شما در مورد مقابل انبوه جمعیت قرار میگیرین که دارن میان به سمتتون این واقعا ترس میاره چون تعدادشون زیاده سپاه 150 هزار نفره فقط حاشیه نشین های شهری که آی تلایی گفتم 20 میلیون نفر هستن خب اینا بیان طرف 150 هزار نفر خیلی از محاسبات درون خود رژیم این بود که صد هزار نفر در صد نقطه مختلف میتونن کنترل کنن دو برابر اینو نمیتونن کنترل کنن دیویس هزار نفر به سرعت در همون ساعت اول بالا رن. و و میبینین در جاهایی که به سرعت روش کرد مثل شهریار و ماه شهر بالاترین درجه خشونت. هست که این معلوم اعتماد به نفس خود از دست داده نمیدونه بکنه یه،, یه تحلیل دیگه هم در مورد این میزان خشونت بود آقای آهی تحلیل دیگه این بود که در جاهای خشونت شد که خیلی از نظر نظام و همینطور در نگاه بین جلو چشم نیست یعنی خشونتی که در ملارد، در ماهشهر در جوانرود در رباط کریم، جاده ساوه در این جور جاها میشه در خیابون انقلاب نخواهد شد برای اینکه خیابون انقلاب جلو چشمه خیابون انقلاب در کانون توجه بوده طی دو سه دهه و اخشاری که تو خیابون انقلاب ممکنه بیان وسط اینها صداشون قوی تره من به شما اطمینان میدم که اگر جمعیت انبوه جمعیت رو ببینن حرکت کرده وسط خیابون انقلاب اونجا هم خشونت رو به کار میبرن ندن از بین میرن این یه تهدید وجودیه برای این نظام باید باش رو برو بشه اینا توجیه خشونت نیست حتی برای حفظ امنیت که به درستی آقای طلایی میگن به نقل قول از هابس از اصلی, ترین تر کار یه حکومت هست برای اینکه در نهایت تأمین نمیکنه اون امنیت در نهایت از بین میره و خودش مثل یه چیزی که اسیدی به جونش افتاده یواش یواش مستحیل میشه در وسط این جمعیت و ب... فقط مسئله زمانه که کی من مطمئن نیستم نظام بره به اون جایگاه که برسه که راه برگشت نداشته باشه چرا چون حکومت ابزاری داره و حکومت میتونه ابتکار عمل رو بهتر به دست بگیره چون ابزار زیادی داره حکومت با سیاست هایی که میتونه در پیش داشته باشه میتونه مردم رو دوباره برگردونه به سمت خودش میتونه این شکاف رو کم کنه شما همه این هشدارهایی که توی یک ماه گذشته از طرف نخبگان جامعه ایران میشنوید همه دارن به این موضوع توجه میکنه یعنی خرد جمعی ایران نگران این شده که ایران در یک تهدید بین المللی و در یک تهدید داخلی قربانی دو در واقع قیچی بشه دو بال قیچی بشه که نهایتا اون سرمایه تاریخی و ملی ما از بین بره که همون نیروی انسانی فرم حکومت و این روند روبه رشدی است که ما طی کردیم چند تا چیز گفتید که همه اینا جای سال داره اولا بگید اون. اون دوبال اون دو قیچی چی هستن تهدیدات خارجی و و تهدیداتی که جامعه رو رشد سوالگر پرسشگر با حکومت داره یعنی حکومت هر روز باید در تعادل این دو وزنه خطرناک باشه و با گفتید نگرانی از این هست که این سرمایه انسانی که از با با و فرم حکومت از منظور از فرم حکومت با این به حال وقتی حکومتی جمهوری اسلام... در واقع جمهوری اسلامی خودش از یک انقلاب ریشه گرفته ما در حکومت در واقع قبلی حکومت پهلوی یک ادمنستریشن درست شده بود سالیان سال دانشگاه درست شده بود یک نخبه گرایی الیت سازمانی درست شده بود یک روند تاریخی شکل گرفته بود این انقلاب این روند رو منهدم کرد از بین برد تخصص گرایی به تعهد گرایی تبدیل شد یک نظام ایدئولوژی گفت ما به متخصص احتیاج جلد. نداریم و به متعهد احتیاج داریم حالا همون نظام متعهد ناکارآمد شده چون تعهد بله. وظایف تخصص انجام نمیده الزامن و الان ساختار بروکراتیک کشور ساختار در واقع دستگاه مدیریتی کشور پاسخگوی نیازهای مردم نیست خب پس نگرانی از انهدام این فرم از چی اگر پاسخگو نیست و ناکار آمده؟ الزامن شما نباید این, این ساختار ناکار رو فقط درست شدنش رو در نابود شدنش ببینید فروپاشی زمینه نابودی بخش زیادی از اون سرمایه ملیست که تو صد سال گذشته بعد از انقلاب فرهیختگی در واقع مشروطه ما پی گرفتیم درست کردیم یعنی ما با یک جریان تاریخی داریم هی سرنگرانی از اینه که این این از بین میره متوقف میشه محدود میشه از بین میره کم میشه و شانس ایران برای ادامه در سده بعدی رو بسیار کمتر میکنه شما چه نگرانی دارید اگر آلترناتیوی به وجود نیاد و کار شورای گذار همینه واقعا احتمام است در جهت ایجاد یه آلترناتیو و این نظام از بین بره اتوریته بالکل فروپاشی بکنه خب نظم اجتماعی به هم میخوره آنارشی میشه و همه چی از بین میره ولی اون جایی که میخواستم یه قدری به چالش بکشم صحبت آقای طلایی بسیار عزیز رو این بود که گفتن که تنها راه حل در انهدام این نظام نیست این نظام راه بازگشت داره میتونه باز نوامد به مردم رو به سمت خودش برگردونه ابزاری داره که این کارو بکنه به حکم حاکم بودن یعنی اگه منابع مالی محدودش رو بین آه. اون مردمی که دوست داره تقسیم کنه دوباره آشتی و صلح و دوستی تاهودی برقرار میشه من من اینو میخوام به چالش بکشم نمیتونه این کارو بکنه به دلیل همون معادله مشارکت مشروعیت که عرض کردم این نظام اگه مشارکت رو بیشتر بکنه از بین میره ولی آقای آهی هم نگرانی شما و هم نگرانی آقای طلایی رو خیلی ها به شکل دیگه تحلیل میکنند بذارید من یه تکه از مقاله آقای جواد کاشی از دانشگاهیان تهران رو براتون بخونم میگه دهه اول پس از پیروزی انقلاب شمال شهر تهران امنیتی بود فرض بر این بود که بقایای سلطنت و ضد انقلاب اونجا بیشتر پایگاه و استقرار دارند دهه دوم و سوم وسط شهر تهران محل استقرار نیروهای ضد شورش و به طبقه متوسط شهری از همه بیشتر مزنون بودند حال به نظر می رسد جنوب شهر محل زن و بدگمانی است صدای شمالی ها در گوش جنوبی ها تدایی کننده بدمستی های مشتی مرفع از خدا بی خبر بود منظورش دهی اوله بعد از انقلاب صدای وسط شهری ها هم برای جنوبی ها بی نمود. حالا صدای جنوب شهری ها در گوش وسط شهری ها و شمال شهری ها صدای وحشت ناشی از خشونت و تخریب و ویرانی است آیا گوش شما و شما، همین گوش وسط شهری و شمال شهری ها نیست که از اونچه که اتفاق افتاده در واقع صرفا خشونت و تخریب و ویرانی میبینید اگر این اقشار توئیدست بگن که ما چنین اعتراضمون رو بیان میکنیم و شما وحشت میکنید، بکنید جوابتون چه هست به چون غالبا این توئیدستان هستن که نه در های داخل، نه در های خارج غالبا صدایی ندارن دیگه وقتی که میان بیرون شما هم که تحلیلگران این برنامه هستید وحشت میکنید نه اجازه بدید من جسارتا ورود کنم به این موضوع بله؟ من نقش حکومت در تأمین این امنیت رو برای تمام اخشار جامعش برای مهم و مد نظرمه من اعتقادم اینه که شرایطی که امروز برای ایران پیش اومده شرایطی نیست که عادی باشه یک شرایط غیر عادیه یعنی او در محاصره اقتصادی مردمش هم از لحاظ اقتصادی انقدر تحت فشار هستن که بعضا به مواجهه با حکومت پی پیش میرن و این خود به خود میتونه ما رو به سمتی ببره که حتی اون قشر مند رو هم به خطر جدی بندازه یعنی هیچ کس در امان نیست نگرانی من از این نیست که حالا اعتراضات کشیده به طبقه توهیده جامعه این اجتناب ناپذیر بود به عقیده من این گسترش پیدا میکنه از شمال شهر به وسط شهر به آخر شب و بالاخره این نظام از بین میره این این روند جاده یه طرف است برای نظام توتالتر قائم به یه مطلق نگران اینه که این سریعتر اتفاق بیفته تا سرعت رشد یه آلترناتیوی که خلاع اوتوریتر رو خلاع اقتدار رو پر بکنه چون اگه فروپاشی بشه بدون اون آلترناتیو آنارشیه آنارشی بعد از یه مدتی مثل اون هرم مازلو به جایی میرسه که مردم تنها چیزی که نگرانی اصلیشون هست اما امنیت فیزیکی آنی هست و خب یه بخشی از همین دستگاه امنیتی ایدئولوژی رو که دیگه خریدار نداره کنار میذارن. و مثل همون اف بی که در روسیه سر کار اومد میان قدرت و در دست میگیرن و آغاز یه فاشیزم یا یه اولتراناسیونالیزم جدید میشه دور باطل فاشیزم و آنارشی تکرار میشه اگه این آلترناتیب وجود برد این جالبه من نشنیده بودم از چهرهای شاخص اپوزیسیون کسی چنین چیزی بگه یعنی فکر میکنید سرعت ریزش نظام جمهوری اسلامی بیش از سرعت تشکل و سازمانیابی نیروهای مخالفشه از این جهت احساس خطر میکنه مسلم اینطوره و به همین دلیل که مسئولیت بزرگی که به دوش نخبگان جامعه الیت جامعه هست این که این خلق رو پر بکنن به سرعت هم پر بکنند ما وقت نداریم خیلی آقای تلایی آیا در ارتباط با همین وضعیت یعنی معادله بین نیروهای مخالف و وضعیت کنونی جمهوری اسلامی که آیت الله ای میاد میگه که پشت این اعتراضات مجاهدین و رضا پهلوی بودن و از شاهزاده رضا پهلوی و مجاهدین به عنوان دو نیرویی که پشت اعتراض‌ها بودن صحبت میکنه تحلیل شما چی هستن از این حرفی که آیت الله زد و برای خیلی ها بود برای اولین بله. بار بود به این شکل مسئولیت نوع... اعتراضاتی رو یا به گفته خودش اختشاشاتی رو متوجه شاهزاد رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق میکرد ببینید از منظر رفتارشناسی حاکم او وقتی باید به نیروهای پیرو خودش نیروهایی که او رو پیگیری میکنن پاسخ بده در یک شرایط بحرانی باید بیاد برای اونا صحبت کنه مختصات رو شهر بده به طور طبیعی آقای خامنه ای نمی اومد این رو بگه که به دلیل این تحریم های بسیار جدی اوضاع اقتصادی کشور داره به هم میریزه و نگرانی ها داره بالا میره اون اعتراف به با... تاثیر تحریم بله اون هیچ حاکم هوشمندی این کارو نمیکنه یعنی به دشمنش این کردیت رو نمیده نمیتونست بیاد بگه که دولت هم, هم بد عمل کرد چون این دولت خیلی دولت همراهیه با رأس هرم و بسیار دولت امنیتی در اصلش یه شخصیتی هستش که تمام عمر سیاسیش داشته در امور امنیتی کار میکرده به طور طبیعی میفهمه که چقدر این چالش اون بالا جدیه و خیلی همراهه خب این دولت همراه هم نباید خراب میشد نباید آسیب میدید نمیتونست بگه اینها مردم من و از گرسنگی اومدن تو خیابون چون مردم رو در برابر خودش قرار میده این هم اتفاق این هم انتخاب انتخاب هوشمندانه ای نمی ولی میتونست بگه عوامل خارجی همین جور که قبلا کرده بود بدون اینکه اسم بیاره دیگه از آن... مجاهدین و رضا پهلوی خاملی... آقای برده توی یک تئوری اون که مرتب میگفت دشمن و امروز مردم ایران میفهمن دشمن یعنی چی چقدر جدیه دشمن لزومی نمیبینه دیگه اینو توضیح بده ولی برای نیروهای سیاسی خودش یک اشارتی رو نظر میگیره که ببینید این جریانی که چهل سال پیش با انقلاب از صحنه رفت بیرون و جریانی که همون سی سال پیش حدود سی سال پیش با یک مبارزه مسلحانه از صحنه سیاسی کشور رفت بیرون دوباره برگشتن دست تمام اون نیروهایی که پیرو ایشون هست، ایشون هستن باز و از این ای به بعد خامنه‌ای به وفاداران به خودش گفت یا ماییم یا مجاهدین چنین تحلیل شما میپذیرید البته برای من خیلی روشن اتفاقاً چرا این اتفاق افتاد تا وقتی که در فضای سیاسی آقای خامنه‌ای هست میخواست بگه که این اپوزیسیون اثری نداره در خارج هستن طرفداری در داخل ندارن کاری نمیتونن بکنن که نتیجه در داخل کشور داشته باشه بنابراین صحبتشون نمیکرد وقتی که از فضای سیاسی خارج میشه وارد فضای امنیتی میشه صرفا بالاترین نگرانیش حفظ انسجام این دستگاه امنیتیشه بزرگترین خطر براش اینه که این اصلا بپاشه خب اون چیزایی که میتونن لولو بشن برای اون نیروهای امنیتی که خب همونایی که خط خود خامنه ای اسمشون رو برد این این برای اینه که بگه اگر من نباشم اینا میان و این, این فقط برای انسجام دستگاه امنیتیشه باز از اون علائم رستن به این تکینگیه برای اینکه باید که تقلیل پیدا میکنه بازیش به صحنه امنیتی این از اون علائم آخر کاره تحولات بعدی اما باعث نشد که آیت الله ای به این هدفش نرسه چون میروسین موسوی بیانیه ای داد که برای بعضی ها به معنای بیرون, از بیرون, زدن از ساختار نظام بود مقایسه مقابله خشن دستگاه امنیتی با معترضین آبان ما با اون چه که در میدان جاله در سال 57 گذشت مقایسه عجیبی بود دیگه در واقع داشت آیت الله خمینی رو با محمد رضا مقایسه میکرد و این نوع تقابل رو با کشتار میدان جاله آقای موسوی هنوز در رویای عصر طلایی امام و اول نظامی که هم میشه این نظام رو داشت هم یه پشتیبانی 90 درصدی داشت و میگه پس چرا با این مردم اینجوری رفتار میکنی؟ اون ناچاره او که میدونه کجا قرار گرفته آقای خامنه ای رو عرض میکنم در فاز بله. قرار گرفته میدونه استطاعت گسترش و مشارکت و به همون دلیل که عرض کردم دیگه نداره به این دلیلی که به افرادی مثل آقای موسوی میگه خواص بی بصیرت برای اینکه اینا واقعا رویای عصر طلای امام رو فکر میکنم در 60 سالگی آدم میتونه کارهای جوون 18 ساله رو بکنه بله نظر شما چیه به بیانیه میروسین موسوی و تحولات بعدی از جمله بیانیه‌ها، ها اعلامیه ها جدی بله همون های, این هم گروه های هنرمند ها نهادهایی که در واقع میشه گفت نمایندگان طبقه متوسط هستند دیگه با. و نمایندگان طبقه متوسط رو از اون سکوت و خاموشی در آورد دیگه اعتراض خیلی جدی بود مثلا من اعتراض مستندسازان یا نویسندگان کتاب های کودک و نوجهان رو میخوندم مثل بیانی هایی بود که در سال 57 علیه نظام شانشایی نوشته میشد ولی شما در نظر بگید آقای موسوی خودش در حصر ولی اجازه داره که همچین بیانیه رو صادر کنه یا همچین حرفی رو بزنه شاید اینکه صدای اعتراض به شکل غیر مسلحانه و خشونت آمیز به گوش جامعه حاکم و بقیه مردم و جهانیان برسه خیلی خطرناک از نظر خامنه ای نباشه یعنی به نوعی اجازه هستش که این فضای امنیتی رو میگن مدیریت میکنیم شما به نظر میرسه که معتقد هستید که تا حدی آیت خامنه ای مدیریت کرد یعنی اجازه داد که صداهای سیاسی شنیده بشه ولی بله دانشگاه ها میبینیم ولی آیا واقعا کرد آیا هزینه زیادی مثلا هزینه‌ای که آیت الله ای داد با تایید این حرکت یعنی گرانی بنزین و به اون شکل با تایید مقابله خشن با معترضین هزینه خیلی زیادی نبود همکاران من یه ویدیو میندازن روی صفحه تلویزیون ویدیویی است که درش ما میبینیم یکی از دانشجویان مقابل رئیس قوه قضاییه میگه من علیه آیت الله خامنه ای شکایت میکنم این ویدیو پخش میشه بعد راجبش صحبت میکنه شکره میکنم بر مبنای امیر من نزد رئیس عدلیه از آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شکایت میکنم آیا آیت الله خامنه ای که شما معتقد هستید تا حدی مدیریت کرد این اعتراضات آبان ماه و کل پیامت هاش رو واقعا در این ماجرا هزینه زیادی نداد هزینه ای که باعث شد که جریانهای های درون جامعه که بعضیاشون هنوز وابسته به جمهوری اسلامی هستند این جریانهای های فاصله بیشتری بگیرن از آیت الله خامنه ای هیچ تعجبی نخواهد بود اگر بخشی از این جریان های دولت خواست سرریز نکنن به جریان آقای احمدی نژاد و نزدیکانش بله امکانش هست امکانش هست شما برای کنترل تهدید برای کنترل خطر یک استراتژی نداری چندین برنامه داری چندین کار انجام میدی و گفتم حکومت و شخص حاکم ابزار زیادی در اختیار داره دستش برعکس جناب آهی که اعتقاد دارن ایشون دستش بسته شده تا حدودی محدود شده در اعمال من فکر کنم که این این قابلیت رو داره مدیریت میکنه مردم رو توجیه میکنه ابزار زیادی داره تلویزیون آدم ها و در نهایت او پیامی که به مردم میده اینه که برای اینکه اعتراضاتتون رو به نتیجه برسونید مسیر خشونت و اسلحه و کشدار خودتون رو در پیش نگیرید خب طبیعیه اونی که دشمن قاطعتر و بزرگتری هست اول میری سراغ اون اون که تهدید بیشتری هست ولی این دلیل نمیشه که مدیریت کرده به این معنا که میخواسته این صدا شنیده بشن مطلقا این صدا به ضررش چرا بخواد شنیده بشن این صداها در سمت مقابل اون جریان عدالت خواهی که توی اون ویدیو دیدیم و شکایت میکنه به نام امیرالمؤمنین میگه بر اساس آموزهای امیرالمؤمنین من آیت الله خامنه ای رو به محکمه میکشم ما صداهای دموکرات سکولار در جریان همین اعتراضات داشتیم در دانشگاه ها یه ویدیوی دیگه پخش میشه در یک دانشگاه دیگه دانشوی دیگه صحبت میکنه که کاملا مشخصه که فکرش اندیشه سیاسیش بیشتر نزدیک به چه جریان هایی است این ها هم پخش میکنیم و بعد راجع بهش صحبت می میکنیم معلم زندانه کارگر زندانه فعال مؤسسی زندانه خدا را شکر زندان اون خودکشی نکننش و جدا از همه اینا دوست ما برادر ما دانشجو خواهر ما دانشجو زندانه قوه حکومتی داریم که قوه قضاییه است واسه دانشجوش از 6 سال تا دوازده پونزده سال حفظ زده بعد جانی که رو یه سال حفظ زده هرچند که بعدش بیرون مطرم چون گفتید که نگران این هستید که در کنار روند سریع ریزش سریع ریزش نظام به گفته خودتون در سمت دیگه آمادگی برای دادن یک الگو یک مدل جایگزین خیلی کند پیش میره ولی آیا این جور ویدیوها که فراوان در جریان اعتراضات دیده شد برای اینکه در دانشگاه های مختلف اعتراضات این چنینی انجام شد اینا شما رو امیدوار نمیکنه یعنی جامعه به سطحی از آمادگی واقعا نرسیده برای اینکه ظرفیت ایجاد یک مدل متفاوت رو ایجاد کنه من فکر میکنم اکثریت قاطع جامعه به اینجا رسیده که ما آزادی می‌خوایم، حقوق بشر می‌خوایم، دموکراسی می‌خوایم. تمامیت عرضی، حفظ این کشور حفظ این چهار حفظ و سرمایه هایی که آقای طلایی میگفتن رو میخوایم همه اینا کافی نیست برای اینکه شما یه اتوریته به وجود بیارین برای اینکه بتون کشور رو اداره بکنه تشکل میخواد اقتدار تشکل میخواد اون تشکل که وجود نداره خواست عمومی وجود داره همه مردم میخوان اقتصاد بهتر بشه این دلیل نمیشه اقتصاد بهتر بشه یه نهادهایی باید وجود داشته باشه تشکل هایی باید وجود داشته باشه اوناست که سرعت رشدش چه در داخل چمتره. چه در خارج نمیبینید چه چه در... چه در داخل چه در خارج و این واقعا این تقصیر بزرگیه به دوش نخبگان جامعه که نتونستن با هم جمع بشن حول اون اشتراکات و راهی رو پیدا بکنن برای بحث کردن برای رقابت سالم سر اختلافاتی که دارن این بزرگترین مشکل جامعه سیاسی ایران شما هم چنین مشکلی می‌بینید یا اصولا فکر می‌کنید اصلا قرار نیست این جریان‌های دموکرات سکولار مشابه اونچه که در صحبت‌های اون دانشو دیدیم اصلا چیزی تحویل بگیرن مدلی بدن یعنی فکر می‌کنید ببینید من فکر می‌کنم مردم ایران نشون میده که دارن از یک فاز شخصیت پذیر یا کسایی که به شخصیت‌ها به شعارها علاقه من بودن آروم آروم وارد یه درکی از برنامه ها میشن یعنی به این نتیجه رسیدن که برنامه ها زندگی ما رو تغییر میده شعارها تغییر ایجاد نمیکنه چون ساختار حکومت ایدولوژیک بوده روحانیان هم در رأس امور بودن و بسیار قابلی هم هستن در چهل سال گذشته گفتار درمانی کردن مردم رو ولی برنامه ای نتونستن ارائه بدن به دلایل اون اشتباهات راهبردی که از ابتدا در بلد. ساختار این حکومت بوده امروز مردم اگر یک حکومتی یک دولتی یا یک ساختاری رو پیدا بکنن که این نیازهای ابتدایی رو بهشون پاسخ بده و پاسخ درستی هم بده من فکر میکنم به سمت خشونت نمیرن و فکر میکنین این میتونه کماکان جمهوری اسلامی باشه جمهوری چون اسلامی گفتی... حتما این قابلیت رو داره که اون چهره رو... چهره در واقع مهربونش رو هم بعد از چهل سال به مردم ایران نشون بده یعنی کشوری که هنوز هنوز عف بعد از انقلاب هنوز یک عف کلی مردم ایران ندیدن عفهای موردی هر سال آقای خمینی و آقای خامنه ای دادن ولی این عف عمومی اتفاق نیفتاده یعنی آشتی ملی خب اتفاق همین که اتفاق, اتفاق نیفتاده من نمیدونم اونباری شما بر چه استواره اگر نه اتفاق نیفتاده من, من اینه اگر به خشونت کشیده نشیم و اگر نریم به سمت این که مردم رو در مواجهه با حکومت قرار بدیم این اتفاق ها میفته شاید حکومت ها گوششون سنگین باشه و خیلی من به این برگردم به این موضوع اگر محمد پهلوی این شانس رو می‌داشت چی می‌شد یعنی اگر آقای خامنه ای و آقای خمینی تصمیم می گرفتن مردم رو در مواجهه با حکومت قرار ندن و از مردم نخوان که اعتسابات کنن و کشدار و نهایتا اون انقلاب اتفاق بیفته آیا آیا رژیم پهلوی تغییر نمی یعنی تغییر ساختاری توش اتفاق نمی افتاد. من فکر می کنم می افتاد اون نگرانی که امروز من دارم اینه که ما باید به مردممون راه سومی رو نشون بدیم بهشون بگیم که بین خطر و امنیت راه دیگه ای هم هست الزامن برای اینکه شما به یک امنیت برسید لزومی نداری یک خطر بزرگتر بکنید یعنی لازم نیست از این پرتگاه ما پرت شیم همه چیز رو نابود کنیم و بعد بیم بگیم خب از نو میسازیم این چرخ رو دوباره این خیلی هزینه داره اساسا امکان داره برای همیشه از بین بریم چنین نگرانی دارید؟ به نظر من جمهوری اسلامی امروز در این شرایط اگر مهربانی نشون بده اگه شلیک نکنه سریعتر میره این را آقای خامنه ای خوب میدونه و به همین دلیل که این خشونت داره آقای خامنه ای حساب حفظ حس امنیت این نظام که متاسفانه تبدیل شده به عدم امنیت مردم این حساب رو خوب داره دستش و باز میگم می این کار خواص بی وسیرت میشه اگر مهربونی نشونه آقای هاشمی جسارتا یه پرانتز <تصفح> وسط فرمایش شما ببینید یک حساب بشتری که بین حکومت و مردم هست به نام حساب اعتبار اگر حکومت مردم خودش رو مورد اذیت و آزار قرار بده اعتبارش میاد پایین و بعد در برابر اون تهدید بین المللی کاسش بدون اعتباره و مردم ازش حمایت نمیکنن و به سرعت آسیب پذیریش میشه و سموت میکنن. این حکومت بفهمه این رو مسلما من اعتقاد دارم حکومت حتما میفهمه این, این این خیلی خیلی اتفاق بزرگیه که ما فکر کنیم حکومت نمیفهمه یعنی حکومت به این درک رسیده که برای مقابله با تهدید خارجی باید به مردم خودش اتکا کنه مسلما حکومت این... همه حکومت ها حتی توتالیتر حتی حکومت های بسیار غیر دموکرات تر از ایران میدونن که منشأ قدرت مردم است گرانی دیگه ای که مطرح شد توی رسانه ها و درست عکس این روندی که شما میگید رو توصیم میکنه اینه که ایران به سمت تبدیل شدن به کره شمالی بره تجربه قطع اینترنت چندین روزه اینقدر طولانی بی سابقه. تجربه این نوع خشونت با معترضین و تحولاتی که بعد از اون رخ داد از جمله تلاش های جریان اصولگرا برای اینکه نه تنها نظارت استثابی رو سهل کنه بلکه سخت کنه اینها شواهدی حاکی از این که آبان ماه نشون داد که ایران میتونه به سمت تبدیل شدن به کره شمالی بره اگر یک سال پیش چنین چیزی گفته میشد خیلی جدی نمی روی سیاسی الان جدی میگیرن این رو کره شمالی به نظر خوبی نیست ما ایران بعید میدونم بشه شکل کره شمالی بشه ایران خیلی داینامیک بزرگتری هست مردم ایران سرمایه ملی که من مرتب بهش اشاره دارم خیلی تأثیر گذاره در منطقه ادبیات ما، سینمای ما، تئاتر ما، هنرمند ها، ها ما در حوزه قدرت منطقه‌ای یعنی ایران امروز یک ایران منطقه ای است یعنی یک موتور محرک برای تمام منطقه است ما امنیت افغانستان رو هم میتونیم به روش های بسیار متجلی و خیلی یعنی تبدیل شدن ایران به قدرت منطقه ای اگر چه این چیزی باشه این به شما امیدواری میده که ایران به... تبدیل کره شمالی نخواهد معلوم اصلا شد رب... از بنیان یک یک ترسی یا یک ایده ترسناک به مردم ایران میدن ممکنه ایران تحت این تحریم های اقتصادی انقدر بنیه اقتصادیش ضعیف بشه و انقدر اون ساختار حکومتی دچار مشکل بشه که ما بریم آروم آروم به سمت درگیری های گروهی و منطقه‌ای و که سوریه‌ای شدن میاد ولی ولی کره شمالی سناریوی کره شمالی چنین عقیده‌ای آقای کریمی عزیز فرزندان بزرگان قدرت در کره شمالی توی ونکوور ویلا ندارن هفتاد ساله ها سایفون رو نمیشناسن که پروتکلش عوض بکنن و دائم روی چیز باشن کره شمالی اینفلوئنسرای با ده میلیون نفر توی اینستاگرام ندارن تک شاخ خام از بله. <تصفح> 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 اصلا هیچ مقایسه نمیشه کرد ایران رو با کره شمالی محال ایران تبدیل به کره شمالی بشه نه ادامه ادامه, این نوع قدرت که فقط و فقط به شلیک به مردم قائم هست در ایران قابل ادامه نیست این از بین میره خود روحیه نظام دستگاه های امنیتی ایران مثل دستگاه امنیتی کره شمالی نیست خود سپاه پاسداران سه تا فرهنگ کاملا مختلف توش هست که اون وسطیش که فرهنگ بیزنس و تجارت است ساندویچ شده بین ایدئولوژیکا و اونایی که نظامی تر هستن اینا این شکاف ها وجود نداره در دستک در کره شمالی آیه خامنه ای بعد از اعتراضات آبان خواستار احیای کمیته های سالهای اول انقلاب شد بله این میتونه تلاشی برای تبدیل ایران به کره شمالی بشه میتونه تلاشی قلم داد شده برای اینکه آیت الله میخواد به تعبیر تروتسکی انقلاب مداوم انجام بده یعنی این انقلاب مدام خودش رو تکرار کنه واقعا فکر میکنید در حازمه جامعه ایران چنین چیزی وجود نداره من من, من نمیبینم اگر انقلابی هم مردم ایران علاقمند باشن بهش انجام بدن انقلاب تکنولوژیک انقلاب رسیدن به عصر مدرنتر و تلاش برای اینکه خودشون رو وصل کنن به جامعه بنو است من فکر می کنم آقای خامنه ای توی برخوردش با تهدیدها سعی میکنه در واقع از روش هایی که قبلا آزمون شده امتحان داده شده و نتیجه گرفته استفاده بکنه اگر کشور قراره به سمت ناامنی بیش بره و اگر قرار ما از این به بعد شاهد درگیری های بیشتر باشیم ایشون فراخان میذاره و از بسیج میخواد که بیاد و در کف خیابان امنیت رو تأمین کنه چرا؟ چون اون محاصره اقتصادی که اتفاق افتاده جدیه بومبستی که در سیاست خارجی اتفاق افتاده جدیه و اون خلف وعده آقای ترامپ در واقع یک نه بزرگ بود به 24 میلیون رای ایرانی که به مردم از دنیا خواستن که آقا با ما صلح کن و ما دولتی رو به تو معرفی میکنیم که اهل گفتگو و مذاکره است و در نهایت وقتی این مسیر به بنبست رسید فارغ از اینکه هم داخل بلد. و هم خارج نقش داشتن برای اینکه این رو به بنبست برسونن خب ما موقع باید نگران بشیم به خاطر اینکه به نظر نمیرسه آقای خامنه ای در نظر داشته باشه که وضعیت امنیتی کشور رو از اینی که هست بدتر کنه او در صدد اینه که غرور ملی ایران در برابر اروپا امریکا که حالا حتی هندم ازش نفت نمیخره حالا هیچکی باش مامل نمی نمیکنه این تلاش میشه که آقا غرور ملی حفظ بشه مردم ایران با سر شکسته در حضور دنیا در واقع قرار نگیرن ولی از اون طرف چقدر میتونه داخل رو کنترل بکنه و نارضایتی های داخل رو کنترل بکنه کاملا یک نسخه دیگه است یک دستور عمل دیگه ایه. و من همه نگرانیم اینه که اپوزیسیون سیاسی خارج از کشور و اونهایی که در داخل کشور نقش جدی در راهبرد دیدگاه های مردم دارن کشور و مردم رو قربانی یک دعوای سیاسی نکنن و, و نهایتا از این فرصت خطرناک استفاده مطلوب به نفع خودشون نکنن یعنی اگر حال کشور رسیده به پرتگاه و این محاصره جدی شده همه به این سمت نرن که زودتر پرتش کنیم پایین و ماجرا رو تموم کنیم چون این بدترین راه اصلا اسمش راه برد نیست این فاجعه است اگر آلتا همون که عرض کردم این ساعت ایجاد یه ای برای اینکه اون خلا اقتدار رو پر بکنه نرسه قبل از اینکه به مقصد قبل از اینکه فروپاشی انجام بشه خب این میشه و این بزرگترین خطری است که بعد باید... ازش جلو گیری کرد ببینین آقای تلایی میگن که خب نظام هم میدونه که فقط اتکا به مردم هست که حیثیت چه حفظ میکنه آخه شما چطور میخواین اتکا کنیم به مردم که نمیخواین شما باشین <متحد> بعد از چهل سال رسیدن به اینجا باز برمیگردیم با به با اونجا مشارکت بیشتر اجازه یه بنده. مشارکت بیشتر خطر وجودیه برای نظام شما ابراز نگرانی میکنید از اینکه در سمت مخالفان جمهوری اسلامی این آمادگی نیست ولی این آمادگی رو فکر میکنید در آینده بشه یافت آیا نطفه های ایجاد آمادگی در میان مخالفان جمهوری اسلامی رو میبینید؟ در همین اعتراض ها آیا شعارهای راه بردی میبینید؟ شعار که نشون بده مردم چی میخوان؟ چون مردم میدونن چی نمیخوان یا لاقل معترضین میدونن چی نمیخوان ولی منی که شعارها رو نگاه میکردم میدیدم که رایشتنی شعار بیشرف بیشرف بود که بیان خشم آنیه ولی شعارهای راه بردی کم دیدم آیا برای همین اساس نمیشه گفت که واقعا نطفه های سازمانیابی به قول شما آمادگی یافتن برای اینکه یک مدل متفاوت از جمهوری اسلامی از دل این اعتراضات شکل بگیره بینید امکانش هست یعنی آگاهی بیشتری هست روی اینی که اون جاهایی که این اعتراضات تشکل دارن این توی جامعه مدنی که الان پراکنده هستن یه جوری باید تجمیع پیدا کنن حول اشتراکاتی که وجود داره باید یک چیزه ولی این که آیا روندهایی هست که این رو تسریع ببخشه یه چیز دیگه هست من نگران آقا. سرعتش هستم روندها موجودن ولی بتونن به همون سرعت خودشون به مقصد برسونن نیاز به احتمام صد چندان داره ولی جالبه خیلی ها میگن انقلاب ایران اگر بیشتر طول میکشید آمادگی بیشتری در میان نیروهای دموکرات ایجاد میشد برای اینکه نحوه رویارویی خودشون با تحولات پرشتاب رو تا حد زیادی تنظیم کنن شما معتقد هستید چنین سناریویی ممکن رخ بده یعنی چنان شتاب بگیره اوزا که در میان نیروهای مخالف آماده ای نباشه برای تنظیم رفتار خودشون برای اینکه بهترین رفتار سیاسی رو نشون بدن درست؟ نگرانیم نگرانیم نگرانی این سرعت کافی رو نداشته باشه و فروپاشی بلافاصله تبدیل به یه چیزی میشه که تتمه اون اقتدار موجودم از بین میره و میافته توی یک سیری که آخرش میرسه به یه فاشیسم یا یه اینو بعد از چلوطی فاشیزم رو شما هم میبینید یا نه ببینید شما وقتی البته نمیدونم منظور شما واقعا چه نوع مثلا... فاشیسمه چون خیلی آیا منظورتون مثلا حکم روایی رسمی و اوریان نظامیانه یا چیز دیگه ولی عرض می‌کنم خدمتتون وقتی اون دستگاه امنیتی میاد خلای اقتدار پر میکنه بعد از یک پریود آنارشی خودش چیزی نیست که بتونه آزادی کافی بده برای تولید ارزش اجتماع بالندگی ده. پیدا بکنه مجبور میشه خودشو از راه اولتراناسیونالیت توجیه بکنه دقیقا اون چیزی که تو روسیه اتفاق افتاد بله این ببینید ساختار عصبی یک بدن وقتی از کار میفته اینکه بعد این بدن چه اتفاقاتی براش میفته دیگه موضوعات بعدی است تحلیلگران سیاسی و شخصیت که سیاست و مدل های سیاسی رو تحلیل میکنن تو این زمینه میتونن خیلی صحبت کنن اما اون چیزی که بیشتر مد نظر من هست شرایط امروز وضعیت فعلی و اینکه مردم ایران در برابر یه سوال بزرگ قرار گرفتن اینکه ما امنیتمون از طرف حکومتمون به خطر افتاده این چ... یعنی چی؟ این اتفاق برای چی باید بیفته؟ من تمام تلاشم رو دارم میکنم و سعی میکنم این موضوع رو بگم okay. که تحریم ها اثر بخش بوده ساختار اه... تعهدگرایی اون دستگاه حکومت ناکار آمده و نهایتا اه... این پیچیدگی داره شرایط رو انقدر سخت میکنه که حکومت مجبور میشه برای این دستوران های خیلی خطرناکتر صادر بکنه و نهایتا من نمیتونم همه تقصیرات رو بندازم به گردن حکومت یعنی حکومت مسئولیت تامل تمام نداره برای این وضعیت که الان توش قرار گرفته فاکتورهای خارج از ایران اندیشه سیاسی داخل ایران اپوزیسیون خارج از ایران و تمام این بازیگرای مهمی که دارن تو این چهل سال تأثیر گذاری رو جامعه دارن دارن کار میکنن مسئولیت دارن بسیار خوب به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه شهریار آهی و فربود تلایی پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنید تا اگر مایلید ما اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه کندکی اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید شب و روز بر همه شما خوش